بولس قلنا على فاطمة تبقى بيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الجنة للموحدين والنار للمشركين. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا حبيب إله العالمين أحمد محمود أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطائرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ثم السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى الذين بذلوا مأجهم دون الحسين عليه الصلاة والسلام. خرم دني كمن بعش أنهار كوثر کوثر کجا زدیده پر عشق بهترم نام حسینا نام حسینا قبر حسین نرد و دل رباس نام علی اکبر او دل ربا ترم یا ابا عبدالله امین که بیاد میاریم خبر مصدست را دل از جا کنده میشه مرغ دل پرواز میکند به طرف حرمت ابا عبدالله. رفتم به کربلا بسر قبر ارشهید
دیدم که دربت شهدا مشک و انبر است، هر یک شهید مرخد شان چار گوشه داشت، شش گوشه یک مزار در این هفت کشور. معلوم میشه این شاعر تازه وارد شده بود، نمیدانست قبر ابا عبدالله شش گوشه است. پرسیدم از کسی سببش را، بگریه گفت پایین پای قبر حسین قبر اکبر، پایین قبر حسین قبر اکبر است. سر روح مشهد خدا و سرای کربلا اجماعا صلوات ختم الله اللهم صل علی محمد. امشب الحمدلله و المنه همه به فیض رسیدیم. هم بلبلان حسینی بودند، هم مراسی بود، هم عشق و ناله بود، هم عزای اول مجلس را داشتیم، هم نواخوانی بود. وقت گذشته آنچه را که من در نظر داشتم که باید بیان می‌کردم در رابطه با اربعین، نمی‌رسم به اون مطلب را تغییر می‌دهم. اگر بشود یک مقدار از کربلای حسین خدمت شما عرض بکنیم. عزیزان، اما اهل مطالعه هستیم، اما می‌دانیم و همه شنیده اید که از ظهر عاشورا تا غروب همه چیز پایان پیدا کرد. یاران ابا عبدالله حسین، خود ابا عبدالله حسین علیه السلام و هر کدام از اینها شنیده این هر یک می رفتن موعظه می کردن، نصیحت می کردن، ارشاد می کردن مردم را. اینها را می خواست بیدار بکنن که اونها خودشان را به خواب زده بودن و بیداریشان محال بود، چنانچه به امون خواب بردگیشان به جهنم واصل شدن. یکی یکی می رفتن موعظه می کردن، رجز می خواندن. خوب دقت بکنیم، حرف ما اینجا هست و اون این که هر کاری کرد این شهدای کربلا، اگر رجز خواند، اگر موعظه کرد، اگر نصیحت کرد، اگر آگاهی برای مردم داد، هر چی کردن در خود کربلا بود و در مقابل دشمن بود. کدام دشمن؟ دشمنی که نمیخواهد اون فریادها، اون موعظه ها، اون عمه خطابه ها از کربلا بیرون برود. نمیخواستن این را، یعنی با وجود مقدس ابا عبدالله الحسین علیه السلام همه چیز را در امونجا دفن می کردن. مسئله اینجا است، خون حسین خون خدا است. یعنی خداوند، نه اینکه خداوند خون داشته باشد، خیلی چیزهای است که در رابطه با مسئله سار یا سار الله در گذشته ها هم عرض کردم خدمت شما، از نظر اهمیت، از نظر جایگاه، از نظر فضل، از نظر کرامت، از نظر این ابعاد خود، بعضی چیزها را به خداوند نسبت داده شده اند. مثلا سار الله خون خدا، حالا جای دیگه نمیرم انشاءالله، فقط یک اشاره. نمونیش این که در گذشته ها هم عرض کردیم، نمیخواهم وارد این بحث سار الله شدم،
مثلا میگیم بیت الله، مگر خدا خانه داره؟ بیت یعنی خانه، الله هم خدا، خدا مگر خانه داره؟ خدا جسم است که خانه داشته باشه، نعوذ بالله. پس این از نظر کرامت اون محل است که او رو نسبت میدن به خداوند. اینجا هم که میفرماین که ابا عبدالله صار الله، یعنی خون خدا، یعنی خونخواه حسین خدا هست. از اونجایی که خونخواه خدا حسین هست، زمینه را شکل دیگر فراهم میکنند. ببینید پایان پیدا کرد قضیه عاشورا، همه چیز مدفون شد در امونجا. اما کسی که این قدر قدر خون حسین را تفسیر بکند کی باید باشد؟ اون خواهرش زینب، فرزندش امام سجاد، دخترش فاطمه، خواهرش ام کلثوم و بقیه عزیزانی که به اسارت کشیده شدند. شما این قوه قلب را ببینید تا چه حد اگر این ارتباط الهی نداشتن، کسی که 3 شبانه روز، من نمیگم 10 شبانه روز یا 9 شبانه روز نه آب بود نه نان بود نه هیچ، نه 3 شبانه روز به شکلی بود که این تقسیم بندی میکردن. آن چی میخوردن؟ خورد بخور نمیر بود. یک کسی که تمام وجودش آنچه که ضرورت دارد از دست داده، باید از بین برود دیگه. خب اینا قوه قلبشان بالا بود، ایمانشان مستحکم بود. زینب کبرا چنان ایمانی داشت که دلدار امگان بود، آوردن ایشان را از رای قتلگاه عبور دادن. میرسیم به اون مطلب، قوه قلب زینب را میده. زینب کبرا آمد، شنیدین امن آمد اون تپه از شمشیر شکسته و نیزه شکسته، کلوخ و سنگ همه چیز، تنها امام حسین را با شمشیر نزدن، تنها با تیر و نیزه نزدن. اونایی که شمشیر و نیزه نداشتن با سنگ میزدن به بدن ابا عبدالله. مگر چی کرده بود حسین؟ امون فرزندان کسانی بودن که پیغمبر را سنگ باران کردن در جزیره العرب، فرزندان امونا هستن اینا. زینب کبرا آمد، برادر را پیدا کرد، وجود مقدس ابا عبدالله را روی دست گرفت، بلند کرد، با برادر راز و نیاز میکنه. یک وقت متوجه میشه اسمت داره زینب، متوجه شد، دید زین العابدین علیه السلام و السلام. نمیتونیم بگویم امام بیمار، اگر بگوییم گناه کردیم. چند روزی در امون کربلای معلم و هم خداوند مصلحت دانست که ایشان باید زنده بمانند و نسل امامت ادامه پیدا بکنند. بیمار بودند، تب به بدنشان عاید بود، خب حلیل شده بودند، ناتوان شده بودند. در پشت شطور حضرت را جا داده بودند، چون شطور آن لیز است و می افتید حضرت، یک چیز از زنجیر و غل را گرفتن به گردن امام زین العابدین انداختن که یک مقدار وزنش زیاد شود نیفتن. پاهای حضرت را زیر شکم شطور بسته کردن. حالا حضرت از بالای شطور نمیتواند بیاید با این، با این امه محصوری که شده. حضرت نگاه میکند به این بدنهای قطعه قطعه شده. یک وقت زینب کبرا دید به طرف امام سجاد، دید امام سجاد علیه السلام بینی تیغه زده، رنگش سفید شده، حالت یک میت را به خود گرفته. زینب با اون قوه قلبی که داره، این پیامبر کربلا بدن نازنین حسین را به زمین گذاشت، آمد جلو امام زمانش امام سجاد علیه السلام صدا زد، برادر زاده
ای امام زمان من، در چه حالی؟ تو با جان خود بازی میکنی. یک چیز گفت امام سجاد، صد حضرت امه جان زینب، مگر اون بدن بدن بابایم حسین نیست؟ اون بدنی که قطعت شده، اونی که روی دستت بلند کردی، چگونه بیتاب نباشم؟ حالا با این همه اذیت هایی که دیدم، با این همه کمبودهای جسمانی از نظر امروز مانند ویتامین و املاح و امثال هم، اینا قوه قلب و قوه ایمان داشتن، حرکت کردن، آمدن و کوفه رسیدن. عبیدالله خیال میگه من یک تعداد اسیر رو آوردم، گرسنگی کشیدن، تشنگی دیدن، داغ برادر دیدن، داغ فرزند دیدن، از اینا دیگه کار ساخته نیست. و مجردی که اینها در کوفه وارد شدن، مردم حلحله میکردن، مردم چیزهایی میگفتن، فوش میدادن به اهل بیت، میگفتن خارجی ها را آوردن، از پشت بام ها سنگ میزدن به اهل بیت علیه السلام، هر چی دلشان خواست، هر چی بی حرمتی بود کردن. این تمام شد. یک وقت دید که زینب کبرا سلام الله علیها، نه این مردم آدم بشو نیست، بلند شد، در امون روی شدور ایستاده شد، صدا زد اسکتو یا اهل المکر و الغدر، آرام باشین ای مردمان پر غدر و پر مکر، این شما نبودین که نامه نوشتین برای برادرم حسین؟ همه چیز رو بیان کرد، خود رو معرفی کرد، پدرش رو معرفی کرد، حسین رو معرفی کرد، نحوه کشته شدن عزیزان حسین رو یکی اگه به مردم گفتن، مردم به گریه در آمدن. بابا مردم میگن خارجی هست، ما چیکار کردیم؟ آمدن خرما آوردن، نان آوردن، از دلسوزی به عزبا به بچه های امام حسین میخواستن دار کنن. اما ام کلثوم سلام الله علیها جناب ایشان را میگرفت، میگفت نه، نباید این صدقات را به سادات بدهیم، ما سیدیم، ما اهل بیت پیغمبریم، ما ذریه پیغمبریم، صدقه بر ما حرامه. به این گونه میخواست معرفی بکنند وجود مقدس هم. بعد مجلس عبیدالله، در مجلس عبیدالله بگر اینا آرام بودن. حالا درست است که مقاتل و مقتل ها نوشته میکنند، یک سر ریسمان به گردن امام زین العابدین، یک سر دیگر به بازوی عمه سادات زینب کبرا سلام الله علیها، این بچه ها و بقیه در وسط واقع درست قبول داریم. اما اینو که بسته بودن، اما چیزشون رو بستن؟ نه، شهامتشون رو بستن، شجاعتشون رو بستن، سماحتشون رو بستن، هیچی ندانستن. شروع کردن به خطاب دادن. امام سجاد خطاب داد، زینب کبرا خطاب داد، ام کلثوم خطاب داد. الان موقعش نیست، نمیتونیم همه خطاب ها رو بگوییم. خب اینا همه گفتن، رسوا کردن یزید و یزیدیان، رسوا کردن عبیدالله را. اینا چاره ای نداشتن. عبیدالله تصمیم گرفت که اهل بیت را همه باید به قتل برسانند. بعد ایشان را بردن در یک خانه یا یک اتاق زندانی کردن. چند روز زینب کبرا با اهل بیت در کوفه زندانی بودن. بعد تا این پیک رفت نزد یزید و از یزید به اصطلاح استفتاح کردن که چی کار باید ما بکنیم، گفتن همه را بفرستید اینجا و این عبیدالله همه را از دیق میکرد. این کارهای خداست، اون همه کارهایی که کردن، خب حرکت دارن، رفتن به طرف اونجا. نمیگم به شام چی واقع شد، وقت گذاشته، نمیگم مردم شام چی کردن بدتر از آنی که مردم کوفه کردن. آخر شامیان
غیر از مردم کوفه بود. مردم کوفه زود متوجه شدن، می دانستن یک زمان آقا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام مرکز حکومتش کوفه بود. تا شنیدن به شیمان شدن، گریه می کردن، عزاداری می کردن زنهایشان. حالا اونه که در قد ابا عبدالله شریک بودن جای خودشان رو دارن. اما مردم کوفه سالیان سال معاویه بنت ابو سفیان لعنت الله علیه بر علیه امیر المومنین تبلیغات کرده بود، حتی به حد که بر علیه امیر المومنین خطع و نیرنگ میکرد. چی کرد این معاویه؟ دید بچه ها را نمیتوانیم بغض علی به دلشان جا بدیم، چیکار بکنم؟ این معاویه پسر ابو سفیان ملعون روزها میرفت بره های کوچیک را میخریدن. اطفال عرب با بره ها و چیزهای کوچیک خوشحال بودن، با او بازی میکردن، میبردن پشت خانه های این اعراب برای بچه ها میدادن و میگفتن این بره را معاویه برای شما فرستادن. میخواید محبت معاویه را در دل این بچه ها نقش بکنن. شب که میشد این بچه ها خوابن دیگر. اون زمان که مثل الان نیست که چند طبقه باشد، دیوارای پخش و کوتاهی بود. اینا بس مأمورین معاویه بلند میشدن میامدن وارد اون خانه ها میشدن که بهشان بره داده بودن. اون بره ها را دزدی میکردن، دوباره میبردن و شایع میکردن که شب علی آمده همه را دزدی کردن. خب این هم در مقابل امیر المومنین تبلیغات بود. نعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. امیر المومنین را تارک و صلاف میدانستن. موقعی که خبر شهادت امیر المومنین علی ابن ابی طالب یعصوم الدین به مردم کوفه رسید، گفتن علی رو کجا کشتن؟ گفتن در محراب عبادت. تعجب کردن، مگر علی نماز میخوان؟ مگر علی مسلمان بود؟ تا این حد اینا تبلیغ کرده بودن، الان این اهل بیت وارد این شام میشه. چی کردن با اهل بیت؟ از بس دل آقا امام سجاد شکسته شده بود از این مردم، وقتی که سؤال کرد که یبن رسول الله کجا به شما سخت گذشت، سه مرتبه آقا فرمود الشام الشام الشام، شام برای ما سخت است. وارد مجلس یزید، یزید آلا میخواید مثل عبیدالله شروع بکنه. اما اراکین دولت های بیرونی را دعوت کردن، از نصارا و یهود و گبر و ترسا و امگان را یزید دعوت کردن. در کجا؟ در مسجد. یک روز بیشترم آقا امام زین العابدین علیه السلام با این یزید گفتگو داشتن و بعد گفت حالا هر چی میخوایی بگویید یزید، می شود روز جمعه برای من اجازه بدهی که به این پله ها بروم؟ این پله های چوبی، نگفت منبر. منبر جاییست که پیغمبر اکرم توصیف شود، خاندان پیغمبر را توصیف بکنن، نه این که چیزهای دیگر. یزید وعده داد فردای اون روز همه را خواست، اراکین جهان را، همه نشستن. شروع کرد و شرابخواری و ازیانگویی و اعانت به اهل بیت پیغمبر و بعد خطیب خود را، اون خطیب دولتی که در کنارش بود، و اون گفت الان موقع تو هست، برو بالای منبر. حالا به زعم خودشان منبر رفت بالای منبر. آنقدر ناسزا به وجود مقدس امیر المؤمنین و امام حسین گفت که دیگه دل آقا امام سجاد و درد آمد. صدا زد
امام سجاد علیه السلام ویلک ایها الخاطب، آرام باش، وای بر تو و جهنم جایگاه تو، ای خطاب دهنده چی میخوای بگویی تو؟ از یزید خواست گفت اجازه بده من برم در این پله ها و منبر برم. اگر بخوای کسی خطبه امام سجاد در مجلس یزید را بیان بکند، حداقل 5 تا منبر 1 ساعته لازم است. و در رابطه با مسئله خطبه امام سجاد مقاتل چیزهای مختلف نوشتن. خب اینجا امام سجاد علیه السلام از یزید خواست، بعدش خب خواست اتعزنونی و من اجازه میدی یزید باری بر تو این روزگار. پسر فاطمه زهرا از پسر زن زانیه اجازه بخواهد، اجازه نداد امام سجاد. حالا بقیه صحبت کرده بودن، زینب کبرا هم صحبت کرد در اینجا، فاطمه بنت حسین هم صحبت کرد، ام کلثوم هم صحبت کرد، خطبه ها خوندن، یزید و یزیدیان را همه را از اون جایی که باید اینها و نابودی کامل میرفتن رساندن، اجازه ندادن. معاویه بنت یزید، کلامم را ختم کنم، معاویه بنت یزید تحت مهش را انشاءالله شبهای دیگر، پسر یزید معاویه نام داشت. بگو پدر اون مرد حلیب و ناتوان است، توانایی صحبت ندارم. یزید گفت نمیشناسی تو این خاندان را، بشناختم آگاهانه عمل کردم. یک وقت از من ناآگاهانه یک عملی را انجام میدهم، نمیدانم، خدا هم میبخشد، اما یک وقت از میدانم و عمل میکنم، این گناه هم مضاعف در مضاعف است. خدا میدانستم و پسر خود گفت تو نمیشناسی این خاندان نبوت است. بین خودشان میگفتن اما به مردم نمیگفتن. خب امام سجاد علیه السلام در فراز اون منبر قرار گرفت، حمد و ثنای الهی خودش معرفی کرد، انشاءالله معرفی رو بعدها خدمت شما عرض خواهیم کرد. و آنچنان خودش را معرفی کرد، صدا زد، مردم اگر من را میشناسید با این اوصافی که خودم معرفی کردم من کی هستم، من نه تنها خودش غیر از خودش تمام خاندان نبوت را با 6 تا صفات و 7 تا ویژگی که فضل الهی شامل اون هست معرفی کرد. امشب نمیدانم وارد اون شوم. بعد فرمودن اگر شناختین شناختین و اگر نشناختین من خود رو دوباره معرفی میکنم. وجود مقدس حضرت جعفر طیار، وجود مقدس سید الشهدا همه را با خودش یک جا معرفی کرد و به مردم گفت من کی هستم. بعد انبت مکه و صفا، انبت مکه صف صفا صفا و مروه، انبت محمد رسول الله صلی الله علیه و آله، انا ابن علی المرتضا، انا ابن فاطمه الزهراء، انا ابن حسین الشهید به کربلا، اشاره کرد به سر پرخون ابا عبدالله حسین علیه السلام. یزید چاره ندارم با این استدلالاتی که امام سجاد انجام داد، دیگه هیچ راه ندارم. با مؤذن گفت مؤذن اذان بگو، معزن شروع کرد الله اکبر الله اکبر، امام سجاد از بالای منبر صدا زد وجودم، موهم، جسمم، جانم، جوارحم، همه میگن که بالاتر و بزرگتر از خدا چیز دیگری نیست.
اشهد ان لا اله الا الله و رو شهادت میدهم با تمام جوارحم که غیر از خدای واحد و یکه و یگانه هیچ خدای دیگری وجود ندارد. مؤذن صدا زد اشهد ان محمد رسول الله الله علیه و آله و سلم. اینجا دیگه امام سجاد طاقت نیاورد، از امون بالای منبر رو کرد به یزید، صدا زد یزید این اسم را که بیان کردی، این اسم رسول الله را که به زبان آوردی و اون طرفی که قبله میخوای حرکت بکنی رو میگذاری و برای فریب مردم، آیا این محمد جد تو هست یا جد من؟ اگر میگویی جد من است، همه میدانن که تو دروغ میگویی. یزید رسوا شد و این شهادتی که همگان دادین و میدهین، این محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اگر یک نفر امروز در این عصر و این زمان که امام فرمودن فرزندش باشد، اون منم، پس چرا بابایم حسین را به شهادت رسانیدیم؟ محاکمه، او میخواست اهل بیت را محاکمه کنه، الان امام سجاد خود اون ملعون را محاکمه میکنه. هرچی مردم در مجلسش بود از اراکین گریه کرد، صدای گریه و ناله بلند شد، یک نفر یهودی از بین بلند شد، صدا زد یزید آیا این کسی که بالای منبر نشسته و صحبت میکنه و این سر را که جلو خود گذاشتی و او را کشتی، این فرزند دختر پیغمبر شما هست؟ اگر این چنین است وای بر شما، هنوز تازه پیغمبرتان از دنیا رفته. اگر از حضرت موسی فرزندی و یا فرزندانی به نامش مسمامی بود، ما او را پرستش میکردیم، چه بد منتی هستید شما؟ اینجا بود که یزید قهر شد، کار نمیتوانست بکش، گفت اگر من را بکشید بکشید، اگر رها کنین رها کنین، به هر شکلی که با من عمل بکنین بکنین، اما اینقدر میگم برای شما که من در تورات دیدهم که اگر کسی فرزند پیغمبر یا پیغمبر را به شهادت برساند، در دنیا ملعون است و در آخرت به جهنم بازد بشه. این حرف بود. صلی الله علیک یا مظلوم، یا اما عبدالله، بید را عرقت دادن، آمدن به درایی رسیدن، بشیر ابن جزدم آمد خدمت بیبی زینب کبرا سلام الله علیها، بیبی جان به درایی رسیدیم، اینان ناقه ها را به کدام سم برانیم؟ زینب کبرا سلام الله علیها فرمود این دو راه کدام راه هست؟ گفت یک را در مدینه و رای دیگر به کربلا، مرا ببر که دلم شوق کربلا دارد، خدا کند که برادر مرا نگه دارد، به سوی گرب و بلا رفتن آرزو دارم، پی زیارت دارم قبر مشکو دارم، امه جان کجا میریم؟ جانان امه میریم کربلا، منزل نکن من میترسم دوباره شمر دون با خنجر آید، در اون صحرا مکن منزل که ترسم
شبر دور با خنجر يا اللهم عجل لبنيك الفراس اللهم عجل لبنيك الفراس اللهم عجل لبنيك الفراس والعافية مع الناس مأخذ حوائجه وحوائجنا دعائك من بعد نشاط بعد في إجابة مقبول بالنبي وآله المحمد وآل بيت محمد صلوات